سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان این برنامه در کنار من کارون و فرهاد و فرزاد نشستن اما مهمون صدف سلام 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 سلام, سلام. ما برگشتیم با یه اپیزود بمب دیگه با صدف میدونیم که همه دلشون برای صدف تنگ شده بود همه دیگه طاقتشون از ما چی میگن تاخ شده بود و دیگه نمیخواستید ما رو بشنوید و از دوره به جمع ما پیوسته قراره که یه سری از سوال ها رو جواب بده قبل از اون سیزده به تو مبارک امروز که ما داریم ضبط میکنیم سیزده به دره بله سینزده است در بنکوه گیره بزنیم دارید یعنی برنامه سبزی گیره زدن دارید و رها کردن سبز در رود بله اه؟ همین خب پس هنه دنباره باید دیشب گیره میزدیم بود دیگه سبزه سبزه آه... ای نمیدونه آخه هرکی سبزه خودشو من دهنی نمیتونم گره بزنم <تصفح> 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 آه... من میدونم که وقت تنگه برای همین میسپرم آه... ادامه راه رو به شما که تیبو کنید ها رو بپرسید و آه... کمی یاد بگیریم از یه انرژی اینجا هست کسی که میبینن یه انرژی این زیر هست که هر لحظه ممکن منفجر بشه <تصحیح> چه انرژی من خیلی رافت بس... بکنم نه، فعلا... نگاه کنی متوجه میشه خود صدف آماده است که نه... یه آن منفجر بشه من, من که خ... من در صلح عجیبی دارم و سر دارم. ما سوالایی که شما عزیزان از ما پرسیده بودین رو نشستیم با صدف طبقه بندی کردیم اولش پنج تا کتگوری داشتیم قبل از ضبط فرهاد یک کتگوری شیشم هم اضافه کرد که اون دیگه بونسه اگه وقت شد کاتگوری شیشه رو میپرس <applause> 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 ولی به صورت کلی حالا من اول 5 تا کاتگوری رو میگم بعد وارد میشیم دونه دونه میخوای من میخواستم سوالم آخر بپرسم ولی میخوای برای اینکه بحث گرمش سوالم اول بپرسم ما هفته پیش یه صحبتی شد بین بچه ها در مورد اینکه آیا ترپیست ها موقعی که توی زندگی شخصیشون اگر که مثلا یه نفر افروچشون میکنه مثلا میخوان دیت کنن یه نفر رو همون لحظه طرف رو جاج میکنن نسبت به صحبت هایی که میکنه یا نه حالا دیت هم دا... نلوزم مثلا تو اومدی تو جمعه ما مثلا من و ایمانو اولین بارا بود که میدیدی آره حالا اینتیمیت هم در واقع اونم دوست دارم ام آم که آره ولی میخوام بدونم که به خاطر این قابلیتی که شما دارید که حالا ولی طبقه حرفایی که قبلش زدیم اینطوری نیست ولی <تصحبت> ای صحبت خب که میگفتن که مثلا یه سری ها میگفتن که نه اینطوری نیست که <تصحبت> 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 نه مثلا قضاوت نمی بعد من میگفتم مغز به صورت اتوماتیک این کار رو انجام میده یعنی مثلا چون تو با مفهوم نارسیسیزم مثلا آشنایی بعد اگه با یکی شروع کنی صحبت کردن که اون حالا نشونه ها رو داشته باشه من برداشتم اینه که مغز به صورت اتوماتیک مثلا مغز شما ممکنه حالا این قضاوت یا این برچسب روی اون آدم بزنه اصلا ناخودآگاه نه اینکه اصلا تو شروع کنی به این موضوع فکر کردن right. <laughs> مرسی که این سوال پرسیدی um, جوابشم یه چیزی بین جفت این دوتاست <laughs> به خاطر اینکه um, نه من وقتی که یکی رو میبینم شروع نمیکنم کنم سایکو کردنش و ببینم حالا چه چی چه ویژگی هایی داره چه تراما هایی داره چه چه اتفاقی در برش میفته این کار رو نمی کنم اینکه این it takes energy میدونی انرژی بره که بخوای روی یکی تمرکز کنی حالا باهاش کار کنی و من همیشه نمیخوام تراپیست باشم توی نقش تراپیست نمیخوام باشم میخوام دوست شما باشم میخوام مثلا پارتنر پارتنرم باشم نمیدونم رفیق یکی باشم نمیخوام تراپیست باشم به خاطر اینکه ریلیشنشیپ داینامیکش عوض میشه این نقشامون که عوض میشه احساساتمون و تجربیاتمون هم نسبت به همدیگه عوض میشه هیچ کسی نمیخواد توی با یه تراپیستی ریلیشنشیپ باشه تو میخوای با یه با پارتنر توی ریلیشنشیپ باشی سو اینه که من اصلا نمیخوام همیشه تراپیست باشم مم. و اینو نمیخوام انجام بدم و نمیکنم این کارو ولی بخشی که تو داری میگی اتوماتیک این اتفاق میفته اون توی ناخودآگاه هم داره اتفاق میفته و اگه بخوام بهش توجه بکنم خیلی زودتر میتونم تشخیص بدم که او شاید این باشه و به خاطر اینکه همیشه هم حتی من کلاینت هم که پیشم میاد هیچ اجندایی هیچ پیش فرضی ندارم نسبت بهش تا وقتی که خودشون اطلاعاتی که داره بهم میده رو با اون اطلاعاتی که داره بهم میده کار میکنم باهاش این نیستش که من اسامشن درست کنم فرضیه درست کنم راجع به اشخاصی که باهاشون آشنا میشم ولی ناخداگاه ممکنه یه چیزهایی رو ناخداگاه هم بتونه شناسایی بکنه هم نمی کنی که اصلا آبه. نمی کنم بینا بینیه بسی میتونی یه سگوهی خوبیه به اون سالی که میخوای من بپرسمش چی؟ یکی از سوالا بود الان میتونیم ربطش بدیم به این. آره بذار پنج تا کاتگوری بگیم بعد ما طبقه بندی کردیم سوالایی که اومده بود خب یه سریاش مشابه بود از لحاظ مفهومی. طبقه اولی که راجع به صحبت می‌کنیم به صورت کلی راجع مفهوم درمان یعنی اینکه ما حالا یه چامایی یه دردی یه مشکلی هست پروسه درمانه چه جوریه مثلا چقدر ممکنه طول بکشه چقدر آدم‌ها باید انرژی بذارن تا تاثیراتش رو ببینن و اینا صحبت میکنیم یه کاتگوری کامل داریم راجع به حالا اضطراب و انگزایتی در واقع توی حالا محیط مختلف شرایط مختلف کتگوری سومی که داریم اینه که در واقع حالا اوورتینکینگ یا فکران فارسی میگن نشخار فکری بله که ما توی ذهن خودمون در واقع یه سری تفاصیل داریم از دنیای بیرون و اون باعث میشه که انرژیمون گرفته بشه و در واقع روند عادی نداشته باشه خودمون شروع میکنیم خودخوری کردن یه کتگوری هم یه طبقه هم داریم راجع به سوگ در واقع با قم، حالا غم از دست دادن آدم ها از دست دادن رابطه یا هر چیزی که بهش وابستگی عاطفی داریم چه جوری کنار بیایم و آخریش هم قطعا رابطه است دیگه ریلیشنشیپ رابطه عاطفی مثلا با حالا پارتنر و اینا سوال چی بود ام... که میتونیم دروغ بگیم آها آه او اون تو درمان بود یکی یکی از ازم پرسیده بودن که آیا تراپیست راهی داره که متوجه بشه ما داریم میپیچیم حالا آره پنهان میکنیم دردمونو یا مثلا فرض کنید یه تمرینی باید انجام میدادیم انجام ندادیم یا رفتیم انجام دادیم تاثیر نکرده مثلا الکی میگیم تاثیر داشته یا هرچی اینه که گفتی دو چیز مختلفه ببین وقتی که میای وارد اتاق درمان میشی به خاطر for lack of وقتی که میای وارد رابطه درمانی میشی با روان درمانگرت یا با درمانگرت اساس به اینه که من اعتماد کامل دارم به شما به کسی که میاد که داره به من حقیقت رو میگه و نیتش از اینکه اینجا هست خوب شدن و بهتر شدن زندگیش هستش <applause> حالا بعضی وقتا ما ناخداگاه یکی از های من خیلی حرف خوبی میزنه میگه We are so loyal to our suffering ما خیلی وفادار هستیم به رنج کشیدن خودمون به خاطر همین ناخداگاه ممکنه اون شخصی که وارد درمان میشه بخواد مخفی بکنه حقیقت رو یا اینکه بمونه پیش اون دردش رو نگه داره اینو من هیچ وقت نمیتونم بفهمم که تو داری این کار داری به من راستش میگی یا دروغشو میگی چون اساس اینه که داری به من حقیقت رو میگی و میخوای بهتر بشی مگر اینکه بعضی مواقع خیلی مشخص باشه که یه نفر داره از یه سری روش های حواس پرت کردن استفاده میکنه مثل اینکه مثلا هی hey, تفره میره هی hey, مثلا بهونه میاره هی hey, مثلا سارکزم جوک استفاده اه. میکنه اینا یه سری روش های دفاعی هستن که ما وقتی میخوایم به دردمون نزدیک نشیم ناخداگاه ذهنمون اینا رو شروع میکنه پلی کردن اینا رو شروع میکنه به عمل کردن اونا رو میتونه یه درمانگر متوجه بشه ولی اینکه کل استوری رو داری کل داستان رو داری یه چیز دیگه بهش میگی من نمیتونم تشخیص بدم اه. اون چیزی که گفتی اگه تمرینا رو انجام نده این اتفاقا سگوه خوبیه واسه شروع کردن راجع به درمان صحبت کردن به این وقتی که وارد رابطه درمانی میشی یه تراپیست یه یا یه مشاور یا درمانگر یا دارو یه چیز خاصی نیستش که تو, اینو بری باش حرف بزنی همه چیز خوب بشه این یه کار دو طرف است یعنی اصلا یه کار شخصیه در واقع من فقط اونجا راهنما هستم من فقط اونجا دست تو رو گرفتم که داریم با هم میریم یه مسیر رو بریم تو خودتی که داری راه میری مثل اینه که مثل اصولا من این مثال استفاده میکنم مثل کوهنوردی میمونه وقتی که داریم میریم کوهنوردی من میتونم دست تو بگیرم حالا یه جای رو بدم یه هولت بدم یه جای کولتو بگیرم از ولی آلتیمتی خودت هستی که داری اینو بالا میای اگه اون کار درونی در رو انجام ندی اگر وقتی که بین جلسه ها هفته میفته میری بری برس به کارای همون کارهای قبلی که همیشه انجام میدادی رو انجام بدی باز دوباره هفته بعد بیا اونجا بشینی با هم دیگه شروع کنیم صحبت کردن ممکنه که یه چیزای کوچیکی عوض بشه کوتاه مدت ولی تغییر بلند مدت ایجاد نمیشه این یه کار درونیه اساساً باید ریشه های درونی درداتو رو پیدا بکنی و براشون یه کارایی بخوای انجام بدی و هدف از درمان همونه که برگردی به خودت خودت پیدا بکنی یعنی برگردی اون بخشای مختلف وجود تو شناسایی بکنی بتونی اونا رو باهاشون دوست بشی چون ما یه سری بخش داریم که بهشون افتخار میکنیم خوشحالیم که همه ببینن اومف اینم من اینطوری هم من این ویژگی های خوب دارم خوشحالم که همه ببینن از هم هم تعریف ولی یه ویژگی هایی هم دارم که بهشون افتخار نمیکنم و میخوام اونا رو مخفی بکنم تو هدف از درمان اینه که هر دوتای اینا رو بتونی بپذیری و هر دوتای اینا رو بتونی به یه اندازه دوست داشته باشی حتی اگر که بهشون افتخار نمی و بر ببینی که به چه دردت خورد اون ویژگی که تاریک خود اونم دوست داشت یه جای اشاره کردی که آدما سافرینگای خودش خیلی وفادارن به عذاب و حالا درد و رنجایی که دارن مهم. اینو میشه یه اپیزود راجبش بری بعدا خیلی حتما. فکر کنم حالا الان بازش نکنیم بریم شروع کنی بفرمایید سوالی که خیلی نظر من رو جلب کرد به نظر من خیلی خوبه که اگه جواب بدیم بود که افرادی که توان مالی ندارن که حالا دوره درمانی داشته باشن چجوری خودشون حالا نشون از این منجلا بیرون بکشن این خیلی مهمه به نظر من <عصد> سوال خیلی خوبیه <تصفح> و اینکه همیشه راه میتونی پیدا بکنی همین که خودتو توی این مسیر قرار بدی راه میتونی پیدا بکنی و ما درمانگرا حالا من از طرف خودم صحبت میکنم همیشه هدف اصلیمون کمک کرد یعنی هدف اصلی من همیشه کمک کردنه و بارها شده اگر که کسی بیاد پیش من بگی که واقعا من لاز... از لحاظ مالی مشکل دارم ام... نمیتونم هزینه جلسه ها رو پرداخت بکنم من سیگنفیکنتلی آماده هستم که یه مقدار شد... قابل, قابل توجه, توجه. قابل توجه اون هزینه رو کم بکنم که بتونم بتونم باشون کار بکنم حالا خیلی از مواقع بعضی از تراپیست ها من خودم شخصا همینطوری هستم یه تعداد مراجعی هستش که در طول ماه مثلا یا در طول سال در نظر گرفتن که من همیشه دو تا مراجعه رو برای مجانی میبینم بینم دو تا مراجع رو برای مجانی می so یا اینکه باشون صحبت میکنی میگی من واقعا میخوام این کار رو انجام بدم ولی از آز مالی مشکل دارم یه چیزی هست بهش میگن سلایدینگ scale یعنی مثلا اگه هزینه هر جلسه 150 دلاره میپرس من خودم اینطوری هم از مراجع میپرسم چقدر میتونی بدی یه موقع یکی و تراست میکنم دوباره ببین این همش بر اساس تراست اعتماد میکنم که واقعا راستشو داره به من میگه ولی سوء استفاده نمیخواد دو طرفه میخوام به همدیگه کمک بکنیم so میگم چقدر میتونی بدی مثلا میگه 100 دلار میگم اوکی 100 دلار بده 80 دلار 50 دلار بعضی وقتا یه بنچمارکی هست که از اون پایین‌تر نمیری بخاطر اینکه وقت تو وقت تراپیست هم هست و تراپیست هم باید زندگیشو بچرخونه دیگه like, نه اینکه um, بعضی وقتا اصلا پول مهم نیست پول مهم هست نیست نمیدونم ولی خب بالاخره یه ابزاریه واسه اینکه زندگی اون تراپیست هم به حرکت در بیاره سو so یکیش اینه که راجبش با تراپیستتون صحبت بکنی اگه یه شخصی هست که واقعا میخوام باهاش کار بکنی با اپروچشون بکنی باشون صحبت بکنی و اصولا مثلا من خودم الان یک گروپ تراپی دارم درست میکنم مم. که اکسس باشه که بتونن تعداد بیشتری با هزینه کمتر یعنی اون هزینه شکسته میشه بین اون تعداد مم. سو تعداد بیشتری با هزینه کمتری بتونن بیان سو گروه, گروه درمانی هستش میتونن کورس های آنلاین بردارن یه سری کورس های سلف پیس هست که خودت برمیداری مطالعه میکنی تمرین توش هست یه سری کتاب هست که ورک بوک هستن تمرین دارن توش مم. میتونی اونا رو بخونی مطالعه بکنی استفاده بکنی سو so, مهم اینه که واقعا جنیونلی از از صمیم قلبت بخوای این کار رو انجام بدی بنابراین وقتی خودتو تو این مسیر قرار بدی راههاش پیدا میشه برات <applause> مریضی میتونم لو بدم اگه نخواستین بعد در, در بیارم از سوی <applause> خود سرف هم داره روی همین کورس های آنلاین کار میکنه آماده که شد میتونید از همون کورس ها رو هم در واقع میتونید خریداری بکنید اگر که خواستین اگر که نمیخوای باشه میتونم درش بیارم اینجا خواستم که بدونی یه سوال دیگه من میتونم بپرسم شاید نو کامپلیت بکنه میگن که من خیلی شنیدم که میگن برای اینکه اثر بهتری از ترپیتون بگیرید بهتری که براش پول پرداخت بکنید مم. یعنی اگر که مجانی برید احتمالا اون اثری که ام با پول میرفتین رو نمیگیرید آیا درست نه این یا اشتباه درست هستش به خاطر اینکه ما همیشه باز دوباره این برمیگرده به اون چیزای ناخودآگاهی که تو ذهنمون اتفاق میفته ما اصولا چیزایی رو که سختتر به دست میاریم ارزش بیشتری رو براش قائل هستیم و این ناخودآگاهه ولی برای همه این نیستش من مراجعینی داشتم که به صورت رایگان اومدن و خیلی بنفیت بردن و یه سری هم داشتم که به صورت رایگان اومدن و واقعا انگار تاثیر خاصی نگفتن یا اصلا خودشون هم چند جلسه بیشتر نیومدن گفت اصلا <مزبت> چیز نیستش سو so, uh, there is truth to that yeah. okay. yeah. yes. یه میگم یه تجربه شخصی اینجای ای بار ترپیس رفتم همون ریت 150 دلار داشت اول دفعه اولم بود که میدیدمش همون اول بحث یه سری آیتم هایی که بر کاور بکنه داشت توضیح میداد آخرش همین بود که میگفت من متوجه هم که 150 دلار شاید برای بعضی عدد زیادی باشه و اینا و اگر این کیس واسه تو و حالا بعد این جلسه میخوای ادامه بدی ولی مشکل برات <تصفح> گفت ما یه لیست ترپیست های دیگه داریم که قیمتشون پایین تره <تصفح> و این به این معنی نیست که اونا لول حالا مثلا لول ترپیس بودنشون یا حالا درمانگر بودنشون پایین تر ماه مهم. و فقط حالا ریتشون فرق داره و خیلی تعریف کرد از اونا و ساپورتیو بود مهم. جالب بود برای من که اون راه هم گذاشت جلو پام آره. مرسی که اینو یادآوری کردی یادم یاد نبود که راجعش صحبت بکنم یه سری وقتی که ما ترینینگ تراپیست میخوایم تراپیست بشیم بعد یه سری ساعت ها رو جمع بکنیم که اه, که به اون کوالیفیکیشن ها برسیم سو so, وقتی که ما داریم اون ساعت ها رو جمع می کنیم, یا مثلا سوپرویژن داریم یا مثلا باید یه سری ویدیو ببریم برای کوالیفیکیشن خودمون نشون بدیم ام, به خاطر همینه که مثلا قیمت ها پا... مثلا ممکنه با یه قیمت پایین بتونیم همون سرویس رو ارائه بدیم و باز همون که اون تراپیست گفت این به این معنی نیست که تجربهش کمتره مثلا نالجش هم کمتره بازم کوالیتی کری که میگیری اون کیفیت درمانی که میخوای به دست بیاری یکی هستش ولی خب به خاطر شرایط اون تراپیست میتونه یه چیزای یه اینطوری داشته باشه اینو نوع... جمع کنم این منم یه،, یه،, بگم حالا توسط تجربه شخصیم میدونم که حالا حداقل توی ونکوور یا کانادا از اینجور برنامه برنامه‌ها این پروگرام ها هست که حالا تو هم تایید کن صدف. که تایید کنه یعنی که با توجه به شرایط مالی میتونی واسه این سری پروگرام اپلای بکنی که کاملا میتونه رایگان باشه برات و یه حالا یه تعداد جلسه خاصی مثلا 8 جلسه ده جلسه اینا رو میتونی با یه مشاور بگذرونی و هیچ پولی هم ندی یعنی <applause> اونی که صدف گفت تو مسیرش بیفتی دنبالش بری هست این راه را. کجاست این توی کاناداست تو ونکوور آره, آره شهرهای مختلف آره داره آره بیشتر آره. کسایی که میپرسن احتمالاً آره. تو ایران آره آره حالا آره, آره جمع کنی همونجوری که صدف گفت اولا منابع آنلاین هست کورس های آنلاین میتونید بگیرید کتاب هست تمریناتی هست که خودتون انجام میدید مرحله بعدی هم که حالا با یه تراپیست اگه شروع کردید یه جلسه گرفتید موضوع رو باهاش مطرح کنید ابزارهایی هستش که با هزینه کمتر بتونید این درمان رو انجام بدید خلاصه بیفتید توی مسیرش راه هست توی کتگوری درمانیم هنوز سال بعدی اینو من خیلی از آدم ها دیدم بهش اشاره میکنن راجبه تراپیز غیر ایرانی میپرسن مهم. میگن که مثلا آیا کار میکنه نوشته بودن که مثلا حس میکنم درد من اصلا ممکنه نفهمه مهم. بعد منم حالا دیدم که کسایی که تراپیز غیر ایرانی داشتن ولی بعد یه مدت مثلا عوض کردن <applause> این مسئله فرهنگی چقدر تاثیر داره خیلی تاثیر داره اصلا کلا یه،, بخشی هستش توی در در زمینه تراپی اسمش از کالچورال کمپتنسی بعد شما culturally کمپتنت باشی یعنی دانش فرهنگ اونا رو داشته باشی که بتونی درکش بکنی و این یکی از دلیلایی که درمان کار افکتیو میشه کارآمد کارآمد میشه و به نتیجه میرسه به خاطر همینه که تو اون ارتباط یکی بودن و اون درد مشترک و بین خودت و تراپیستت میتونی درک بکنی و یه اتفاق جالبی هم که ناخودآگاه میفته اصولا مراجعینی که مراجع میکنن به یه تراپیست مخصوص چون خیلی تراپیست هستش ولی چرا منو انتخاب میکنه بخاطر یه چیزی تو وجود من با اون یکی میشه یعنی یه چیزیش هم 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 خون میشه بر همین میاد و ما درد مشترک رو داریم مهم. و اصولاً هم تیم کلاینت هایی که مثلا به یه مراجع، به یه مشاور مراجعه میکنن اصولاً همشون یه درد مشترکی رو دارن سو so این مهمه که مهم. تراپیستی که میری فرهنگ شما رو بلد باشه ولی اینم به این معنی نیست که اگه تراپیست هم فرهنگ پیدا کردید حتما تراپیست خوبی برای شما یعنی اینا هم من تجربه شخصی خودم شاید با یه ترپیس شروع میکنید و اون نتیجه مناسب رو نمیگیرید اون و اون لول فهمی که نیاز دارید رو نمیگیرید و بعد عوضش بکنید یعنی ده. فقط به واسطه اینکه هم فرهنگ با شما دلیل نمیشه که ترپیس خوبی هم برای شما خواهد بود دقیقا در مرسی ایمان که اینو گفتی این خیلی مهمه چون این مهمه که تراپیست فرهنگ تو متوجه باشه ولی اجبار نیستش که فرهنگ تو متعجب باشه بخواد اینکه آخر سر ما همه آدم هستیم ما همه در چیزای مشترکی رو احساسای مشترکی رو تجربه میکنیم یه سی که گفتی ما وقتی که میخوایم به ما به تراپیستتون مراجعه بکنین حق اینو دارین که مصاحبه بکنید با تراپیستتون <applause> یعنی میتونین بریم باهاش اون جلسه اولی که حالا رایگانه یا حتی اگه قرار پول بدین ببین که وقتی که داریم باهاش صحبت میکنی چه احساسی داری توی اون رابطه توی اون حرف زدن واقعا میتونی بهش ارتباط باهاش ارتباط برقرار کنی یا نه و اینو تو... و این باند نیستش که تا آخر عمرت به یه تراپیست استیک بکنی شاید چند جلسه میری و واقعا میبینی که نه کار نمیکنه میتونی می این آزادی رو داری این حق رو داری که اون رابطه درمانی رو تموم بکنی و بری یه تراپیست دیگر رو پیدا بکنی این حق شماست که این کار رو بکنی مهم. سوال بعدی راجع به در واقع اثرات تراپی رفتن و حالا ظاهرا رفتن تراما هاشون رو درمان کنن میگن هنوز مثلا دو سال گذشته ولی باقی مونده اینکه چقدر مثلا باید صبور باشن و چه زمانی باید از یه تراپیست مثلا و یه روش ناامید شن برن سراغ بعدی اگه تاثیر مثبت نمیبینن این یکم جواب دادنش سخته چون برمیگرده به اون تجربه شخصی که هر کسی داره صبح اگر که وارد رابطه شد، رابطه درمانی شدیم با یه تراپیستی و میبینی که اونطوری که میخوای کارآمد نیستش اول راجبش باشون صحبت بکن تو خودتون نگه نداری که هی hey, میری میبینی که وای یه چیزی موده با تراپیستت صحبت بکن شاید راهکارا ابزارهای دیگه داشته باشن که بتونه بهت آفر بده که ببخشید که که درمان رو یکم راحت تر بکنه سرعتش رو عوض بکنه یا یه ابزارهای دیگه رو بلد باشه و اینکه چقدر طول میکشه بازم بستگی به شخص داره بستگی به اون دردی که شما دارین داره ولی یه درد خوب متوسط اولا چقدر سوال اینه دیگه تقریبا یعنی میخوام بدونیم که یه پروسه درمانی معمولا چقدره حالا میدونم یه کسایی هستن که خیلی س... هیچ مثلا اوریجی وجود نداره که معمولا آدمایی که من میبینم توی شیش ماه دیگه حد مثلا صد درصد خوب شدن به من جوابی به این نمیتونم بدم چون این یه چیز اصلا بخاطر اینکه شیوهی که من کار میکنم اینطور نیست که توی کتاب یه دونه نسخه بپیچم این بستگی به تجربه شخصی هر کسی داره چیزی که در مورد تراما هستش تراما یعنی ووند هستش یعنی یه زخمه ووند وقتی که گبر راجع به صحبت میکنه ووند به معنی آسیب دیدنه تو این یه زخمیه که روی بدنت فرض کن که یه جای بدنت زخم هست خب این زخمه رو اگه هیچ کاریش نکنی همینطوری بذاری بمونه ممکنه جوش بخوره ولی باز مثلا یه دست بهش میخوره درد میاد یا ممکنه اون جاش مثلا دوباره پاره بشه پوستت و این درمون نشده است تو ایتس تندر حساسه هر دفعه که نزدیک بشه یکی بهش یا یه دستی بهش بخوره این حساسه تندره درمان که انجام میدی این جای زخ... زخمه خوب میشه یعنی انگار که بخی یکی بخیه زده پانسمان کرده ازش مراقبت کرده خوب شده جاش هنوز هست جاش هیچ وقت از بین نمیره تو همیشه میدونی که این جای دست من یه دونه سکار دارم من ولی این سکاره درمون شده است میدونی که چرا اینجا هست میدونی چی شد که این اینجا اومد شاید ندونی بعض وقت ما نمیدونیم چی شد که یه زخمای بهمون وارد شد ولی میدونی که این زخم اینجا هست و میدونی که اگر که درد گرفت چیکار کنی دیگه مم. زخمی که درمون شده فقط یه دقیقه مثلا یه گرما بذاری روش یه ذره بهش توجه بدی خوب میشه مم. so it's always gonna be there همیشه اونجا جاش میمونه جاش هیچ وقت این, این خبر خوب رو ما بخواستیم بهتون بدیم همیشه جای زخم <تصفح> فراری نیست همیشه جاش میمونه ولی تو اون قدرت رو پیدا میکنی تو اون ظرفیت رو پیدا میکنی که ببینی که این به چه دردت خورده ببینی که اینو نگه داری you, you you earn the capacity to hold your pain. یعنی این رو پیدا میکنیم که دردمون رو نگه خیلی جالبه به می به دست راستت اشاره میکنیم من میگفت من اینجام شروع کرد تیر کشیدن exactly yes beautiful چرا به خاطر به، این یه مبحث دیگه است این که داری میگی نوروپلاستیک پین هست اسمش سو so, یه چیزایی هستش که درد نیستش ولی اگه فکر کنی که درد داری درد میفهمی خیلی از دردای جسمی که ما پیدا میشه این تو تو قبلی فکر کنم راجبش کوچولو حرف زدم خیلی از دردای جسمی که ما پیدا میکنیم ریشه پزشکی نداره و فقط از ذهنمون میاد این که الان گفتی میگم قشنگه به خاطر اینکه اونو تایید میکنه این که ما دردامون همشون جسمی نیستن ذهن و جسممون یکیه به هم دیگه وصله درمان شاید بابرتون نشه ولی تموم شد حس میکنم ما ب... سوالایی که اومده بود رو در واقع کاتگوریز کردیم دیگه همونطور که کارون گفت اگر که می‌دیدیم سوال مشابه هست یکیشو پرسیدیم اگه سوال شما دقیقا واو واو اتفاقاً در واقع پرسیده نشده احتمالا توی یکی ای از سوالای دیگه جوابش داده شده میریم وارد کاتگوری استراب یا حالا انگزایتی <مزدرس> انگزایتی <مزدرس> <مزدرس> <مزد رو میگیم استراب یا انگزایتی استراب درسته من سوالا رو پشت هم میخونم شما هرجور که دوست داشتی جواب بده راجب سوشال انگزایتی اضطراب اجتماعی پرسیده بودن که چجوری با اون کنار بیایم راجب پنیک اتک رو چجوری میشه کنترل کرد پرسیده بودن و حالا راجب مثلا با اضطراب دلتنگی مهاجرت یا از اینجور مسئله هم هست دیگه یعنی کلا حالا با افسردگی مهاجرت آره یه چیزی هم هست چجوری در مرحله پیچیده و خسته کنند از زندگی روحی خودمون رو حفظ کنیم این هم شاید به این موضوع مربوط باشه خیلی کلیه حالا یه ذره جای استراب و سوشال انگزایتی و پنیکتک و اینا یه ذره میخوای صحبت کنیم است، استراب استراب و پنیکتک و یه سوال بود چطور پنیکتک رو کنترل کنیم نه کنترل کنیم هر چقدر که بخوای بیشتر کنترلش کنی بدتر میشه you really have to welcome it باید بگی که اوکی میبینم که اومدی اینجا چی میخوای به من نشون بدی و اون, اون مقاومت رو رها کنی یعنی اجازه بدی که هر کاری میخواد بکنه تو بدنت بکنه چون میدونی که پنیک اتک با اینکه خیلی 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 وحشتناکه وقتی که داره اتفاق میفته فکر میکنی داری میمیری نمیتونی نفس بکشی سکته داری میکنی آره فکر میکنی داری سکته میکنی خیلی خیلی وحشتناکه یعنی جونت انگار به خطر داره میفته ولی توی اون لحظه هر چقدر که بیشتر بترسی و بخوای اینو از بینش ببری این شدیدتر اتفاق میافته توی وجودت سو so همون لحظه فقط باید بگی اوکی این اتفاق افتاد بمونی پیشش این بمونی این تمرین موندن پیشش اه. یه تمرینیه که واقعا باید تمرین کنی که خیلی خوب بشی توش <تصالح> 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 کسایی که کنار شخصی هم که داره پنج کتک رو تجربه میکنه چیکار کار میتونه میکنه آها این هم خیلی خوبی بود اونایی که دارن اگه که داری یکی هستی مثلا من اینجا نشستم من دارم پنکتک فرهاد میخواد چیکار کنه بر من just hold your cool یعنی خودت خودتو <applause> نباز اتفاق خاصی نیست بمون پیشش براش امنیت درست کن <applause> فقط دستشو هر کاری که میخواد از دستتو میخوای بگیرم میخوای دستم بزنم رو شونت ماساج بدم شد چی کار میخواد برات بکنم so hold them فقط hold them یعنی کلا یه سوال دیگه هم فکر میکنم بودش که اگه که یه کسی که داری میبینیم دو فامیلمون دوستمون داره یه آسیب بحران عاطفی داره میره چیکار میتونیم براش بکنیم فقط باشم باشم. فقط کنارش باش فقط بدون اینکه قضاوت بکنی بدون اینکه بخوای خوبش بکنی بدون اینکه بخوای بهش راهکار بدی فقط کنارش باش باشم. آب قند و باد زدن و این داستانای ناشکرون فقط باش کنارش هیچ کاری نکن ازش بپرس چی کار میخوای برات حال می بکنم حالا کسی که پنیک میکنه شاید فقط دستش رو بگیری این امنیت واسش بیاد آروم بشه ای تو که تنها نیستی من پیشت هستم اگه فرد تنها چی و این سوالش این بود که اگه نه نه اگه اگه کسی تنها هست یعنی خودمون بر خودمون یک کاری که من به به ها میگم به مراجعه نمیگم انجام بدن که خودت دست رو بگیر اینطوری خودت دست خود رو بگی یا یه جایی توی بدنت که جای امنیه پیدا بکن واسه من قفسه سینمه سو دست تو بذار روی قفسه سینه خودت به خودت بگو من پیشت هستم من پیش من پیشت هستم تنها نیستی I got من کنارت هستم خودت اینو به خودت بگو Just holding ببین چیزی که هستش اینه که تمرین holding تمرین نگه داشتن خودمون یا اطرافیانمون رو باید تمرین بکنیم این هولدینگ که میگی اصلا به این معنی نیستش که ما شروع کنیم فکر کردن که پیدا کنیم چی شد که به اینجا رسیدیم نه اون کارو خرابتر میکنه دقیقا نمیخوای آنالیز نمیخوای بکنی راه حل نمیخوای پیدا بکنی آه. آه. نمیخوای شرایط رو تغییر بدی به خاطر اینکه توی اون لحظه نمیتونی شرایط رو تغییر بدی این یکی الان اتفاق افتاده فقط پیشش باش یا حالا خودت و اون احساست و اون تجربه پنیکتکت یا یکی دیگه که کنارت هست آره یه چیزی که من غالبا میبینم اتفاق میفته حالا توی شرط به خودم اتفاق افتاده بود اینه که اطرافیان میرن توی نقش ترپیست یعنی سعی میکنن تو رو درمانت بکنن و این, این به نظر من خیلی مخربه اگر که شما قابلیت درمانگر بودن رو ندارید و اون اطلاعات رو ندارید و اون نالج رو ندارید نسبت به ایزایی که ما شنیدیم و حالا خودمون خوندیم و یا خودمون تجربه کردیم نمیتونیم این رو به یه نفر دیگه بگیم اه. شاید دمجه بیشتری بزنه تا اینکه بخواد کمک بکنه اه. دقیقا مثل دارو میمونه دیگه ببخشید صحبت خواستم این جمله رو تاش بگم کاری که من جیدن دارم انجام میدم فقط گوش میگم هیچی نمیگم اگرم که ازم نظر خواستم میگم به نظرم باید پیش تراپیست باش صحبت بکنی چون واقعا خودم از اون دمیج میت... یعنی از این میترسم که یه نفر رو بخوام دمیج مثل اینه که مثل دارو میمونه اگه که مثلا من یه بیماری دارم مثلا فرادم ببخشید نه بگو دمه دست دم. <تصفح> معمولا <تصفح> مثلا رو من میزنم آره بچه ایمان من نزدیک بودم الان فراد نزدیکم مثلا فرادم همون پرابلم همون مشکل منو داره صرفا این نمیشه که یه دارویی که بر من کار کرد بر فرادم کار کنه تو دارو اینو میدونیم هیچ وقت به یکی البته تو ایران به هم دیگه دارو هم میدیم بله. ولی چیزی دا دارویی داریم <applause> هیچ کس ولی به خودت اجازه نمیدی یه آنتی بیوتیک و یه دارویی رو بگی بیا من اینو خوردم خوب شدم تو هم بخور اینم هم همینطوری ادوایس و توصیه و راهکار و اینا هم همینطوریه ممکنه برای من کار کرده ولی برای یکی دیگه کار نمیکنه میتونی بهش بگی بعدا نه اون لحظه میتونی بهش بگی آقا من این کار رو کردم به هم کمک کرد شاید به تو هم کمک بکنه ولی بهترینشونه که ایمان گفتش برو با یکی کسی صحبت کن من نمیتونم <تصف> بهت کمک بکنم این هم رابطه رو امن نگه میداره همین که داری بهش میگی که آره من میبینم که چقدر سخته این تجربه که داری ولی من ابزارشو ندارم که بهت کمک بکنم آره تجربه شخصی من تو شرایطی شرایط این بوده که من نمیخواستم بشنوم که همه چی اوکیه نمیخواستم بشنوم که بقیه تو تنها نیستی هیت موقع مثلا تو شرایط شخص من... هیچی من نمیخواستم بشنوم من فقط میخواستم تنها باشم می mm -hmm. یعنی شاید توی ز... اگر که من خودم اون شخص دوم بودم اونجا دوست داشتم کمک بکنم چون نمیخوام ببینم یه نفر داره زرج میکشه ولی شاید بعضی موقع با کمک کردنمون داریم یه زج بیشتری وارد میکنیم گفتی اون لحظه نباید تحلیل کرد و اینا بعدش چی بعد از اون کمکی میکنه ببین حالا اینو قسمت قبلی هم که با هم صحبت میکردیم من یه ذره مطرحش کردم یه وقته خیلی میتونه سخت و پیچیده باشه برای ما فهمیدن احساساتمون دوست داریم دنبال یه دلیل باشیم دیگه خب مثلا چه اتفاقی میفته که این موضوع حالا تریگر میشه همه. یا بریم مثلا ریشهش رو پیدا کنیم بعدا تحلیل کردنش آیا کمکی میکنه چون حالا باز جلوی ذهن رو که نمیتونیم بگیریم که نه من هیچ وقت راجع به این موضوع نمیخوام فکر کنم یعنی آدم به صورت خودکار یعنی مغز انسان به صورت خودکار میاد یه سری پترن پیدا میکنه پترن در واقع انجام میده بعد از اینکه حالا مثلا فرض کنید پنی که گذشت اینکه بره مثلا پنج تا اتفاق قبلی رو جمع کنه شروع کنه بهش فکر کردن ببینه مثلا شرایط مشابهی بوده چی بوده که تریگرش کرده اینا کمک میکنه یا اینا دوباره میتونه بدتر تحریک کنه فرضا. اگه که یعنی خود شخص با خود شروع به آره. تحلیل کردن آره. آره. احتمالا کمک خاصی نمیکنه ممکنه به بعضی از اشخاص کمک بکنه ولی توصیه نمی کنم که کسی این کار رو بکنه که بشینه با خودش تحلیل بکنه به که بدتر چون اگه به عقب برگردی اون چیزی که داری میگی درست اسمش از کانفرمیشن بایس اینو ما داریم که همش دنبال این هستیم که اون افکاری که داریم رو ولیدیت بکنیم هی دنبالش هستیم که این الگوها رو هی پیدا بکنیم اینا رو به همدیگه بچسبونیم اینو داریم توی ذهنمون یکی از فانکشنهای ذهنمون هستش ولی اگه به عقب برگردی دلیلی که شخص استراب داره دلیلی که شخص پنیک اتک میگیره احتمالا از یه کانفیوژنی میاد توی وجودش از یه از یه هلپلسنسی از اینکه یه احساس درموندگی داره یه احساس ناچاری داره با خودش تو <applause> so هر چقدر که بیشتر راجب به ناچاری فکر بکنی چون آردین جوابش نیست اونجا که بخوای پیدا بکنی بیشتر خودتو کلافه رو و سردرگم تر میکنی <applause> سو so, فکر کردن یعنی هر که توی سرت باشه زیاد کمک نمیکنه بهتر که بیای توی بدنت مثلا اگه میخوای فکر بکنی اوکی توی بدنم چه احساسی داشتم اون لحظه ای که داشت اون اتفاق میفته رفلکشن داشته باشی انعکاس uh, داشته باشی روی تجربت uh, یه تفاوتی هست بین انعکاس کردن روی تجربم و تحلیل کردن و آنالیز کردن چون نمیخوای پرسه فکری نمیخوای داشته باشی راجع به این چون فکرت بهت کمک نمیکنه که بیارتت بیرون یکی از سوالهای بعدی ها این هستش که overthinking با. ما همش فکر میکنیم که هر چقدر فکر بکنیم راجع به یه موضوعی میتونیم راه حل پیدا بکنیم ولی چیزا توی فکرمون حل نمیشه اونجا بیشتر فقط میچرخه از یه حالتی به یه حالت دیگه تبدیل میشه می باید انعکاس اگه میخوای انعکاس داشته باشی رفلکت بکنی تجربت رو از دور بهش نگاه بکنی اون موقع ممکنه یه راهکارای بتونی پیدا بکنی میتونی یه جور دیگه ممکنه ببینیش یه ذره انعکاسا رو توضیح میدی یعنی چی مثلا حالا مثلا فرض کنید شرایطی رو در نظر بگیری فرض کنید مثلا آدم اکس توی یه محیطی بوده مثلا تو جمع دوستان مثلا یه فیلمی بخش شده یا حالا هر چی اون حس رو پیدا کرده مثلا تنگی نفس گرفته نمیدونم سر قلبش رفته بالا این ریفلک کردن رو اینجا میشه تو این سناریو یاده کنیم right. so, نگاه نگاه میکنی به تجربه توی اون لحظه که این اتفاق داشت میافتاد او چی شد توی بدنم یه چه تغییری ایجاد شد داغ شدم قلبم شروع کرد تورتون زدن فکرایی که اون لحظه از ذهنم رد میشد چیا بود یعنی یه حالت کنجکاوانه نگاه کردنه یعنی داری نگاه میکنی کنجکاوانه که ببینی چه اتفاقی افتاد فقط فقط کنجکاویه راه حل پیدا کردن و پرابلم سالوینگ نیستش اون لحظه تو بدنم چه اتفاقی می افتاد چه فکرهایی از ذهنم رد می شد چه احساسایی داشتم او ترسیدم یا یاد مثلا فلان چیز افتادم منو برد برگردون به فلان روز منو رو برد برگردون به اون تجربه که داشتم یه چیزی که هستش که خیلی مهمه و من یکی از روش های اساسی درمان منه افکار رو از احساسات جدا میکنم و ما اگه اینو یاد بگیری ما اگه بتونیم اینو یاد بگیریم که احساسات رو از افکار و صدای ذهنمون جدا بکنیم این یعنی انعکاس آه او اوکی درسته که ذهنم بهم به میگفتش که الان مثلا فلان کس میخواد به من حمله بکنه یا مثلا از من متنفره ولی احساسی که من اونجا داشتم ترس بود آها یعنی انعکاس یعنی که ما به اون ترس رسیدگی کنیم تا اون فکری دقیقا. که اون ترس رو به وجود آورد دقیقا. آور. دقیقا. دقیقا. تا یه حدی تو باید پروسه ای که از لحاظ فیزیکی و منتالی طی میکنی تا به اون در واقع کلایمکس پنیکت اگه خود برسی ببینی که واقعا من چه پروسه ای تهی کردم اول بدنم گرم شد بعد تنگی نفس امه. گرفتم بعد زربان قلبم رفت بالا بعد مثلا یه جمع شروع تیر کشیدن موقعی که اتفاق می افتاد به اینا داشتم فکر می کردم، به این روز داشتم فکر کردم، به این اتفاق داشتم فکر کردم. و شاید اون در پیدا کردن این ریشه ها شاید بتونه به تو و ترپیستت کمک بکنه که اون مشکل رو حالا آدم بتونه پیدا بکنه مشکل اصلی رو بتونه پیدا بکنه یه uh -huh. <applause> uh, <applause> چیزی هم من حالا راجعی موضوع خونده بودم ظاهرا هنوز از آز علمی نمیدونن که چرا این اتفاق میفته چرا پانیک اتک اتفاق میفته یک دو این که نوشته بودش که آدمایی که تو این شرایطن حالا گفتیم حس خیلی ترس زیاده و ممکنه حس کنی واقعا داری سکته میکنی و میبینی نوشته بود که نه اینا بی خطره و میگذره و این موضوع نباید باعث بشه که شما از فعالیت های روزانتون بیفتید یعنی <applause> همچنان به اون ادامه بدید اگر هم اتفاق افتاد بذارید بیا... میاد و رد میشه اتفاق که قرار نیست بعدش بیفته و سعیم نکنید که عادت کنید به پنیکت گرفتنه یعنی اگر که اتفاق میفته اولش اوال خیلی سخت باشه ولی عادت نکنیم به اینکه خب با دیگه باش کنار بیام دیگه ساکت میشینم یه جا واقعا بریم دنبالش آره. آره. چیزی هست مگه که بشه بشه عادت کرد عادت نمی مگه... همون لحظه که بخوای عادت مثلا فکر کنی که عادت کردی دیگه اتفاق نمیفته چون اوکی هستی این پنیک اتک که اتفاق میفته یه مکانیزم دفاعی ماست که میخواد یه چی... میخواد ما رو از رو به رو شدن با یه خطری نگه دار پ... چی میکنن؟ جلوگیری جلو جلوگیری بکنه مرسی جلوگیری بکنه از اینکه ما با یه خطری بخوایم رو به رو بشیم سو اگه که همین که کامفورتبل باشی خب دیگه اتفاق نمیفته این برعکس باعث نمیشه که ما بیشتر با اون خطر رو بروشیم یعنی چون اون لحظه که آدم قفل میشه دیگه هیچ کاری که از دستش بر نمیاد بدتر اون خطر بیشتر ما رو تهدید کنه همه مکانیزم های دفاعی که همه مکانیزم های دفاعی یا کپی مکانیزم یا دیفنس مکانیزم که ما داریم از, تا از یه جای به بعد آسیب میشن سازنده نیستن دیگه حالا چه این باشه چه رفتارهای دیگه باشه Okay. بریم کتگوری بعدی این دیگه فکر کنم هممون هم درگیرشیم این موضوع حالا اوورتین کردن یا نشخار فکری یا اینکه توی ذهنمون شروع کنیم به خودخوری کردن من چند تاشو میخونم حالا با هر ترتیبی که دوست داشتی جواب بده یه عزیزی پرسیده بودن که الان تو شرایط الان که حالا توی 6 ماه گذشته این همه زدن کشتن زندانی کردن شکنجه کردن میگه که به خاطر قربانی ها هر کاری که میخوام انجام بدم عذاب وجدان میگیرم مهم. کل زندگیش انگار مختل شده مورد بعدی این که گفته بودم با این همه احساس اضافه از، و مزاحم بودن حتی پیش نزدیکترین آدمای زندگیم که باز میشه ازشون فاصله بگیرم چیکار کنم کارهای اشتباهی که قبلا انجام دادیم ولی همش ذهنمون درگیرش میشه رو چجوری باشون کنار بیایم ترس از شکست اینکه اشتباهات گذشته رو تکرار کنیم آینده خوبی در انتظارمون نباشه دوباره اینا همه توی فکر یه سالم که مستقیم کنترل اوورتینکینگ و اینکه پرسیده بودم خودم رو دوست ندارم چیکار میتونم بکنم که وضعم بهتر بشه okay. Uh, so همه این های اوورتینکین که گفتی در واقع توی سال قبلی جوابش رو گفتم فکر رو از احساس باید جدا بکنی من یه چرخه امی همه جا هستش که یه چرخه احساس هست اگه که توی گوگل سرچ کنی wheels of emotion چرخه احساس ها رو بهت نشون میده حالا یه دونه که من این شیوهی که ما استفاده میکنیم داریم یه دونه اینه که feelings احساسات versus perceptions با اون فهم ما از احساس آره برداشت برداشتمون برداشتم از اون تجربه ای که داریم تمام اینه که گفتی مثلا احساس اضافه بودن احساس اضافه بودن احساس نیستش برداشتمون این برداشت تو از اون موقعیت احساس اضافه بودن ندارم <applause> نداره وجود نداره وجود نداره همچی چیزی که من احساس اضافه بودن دارم نه تو فکر میکنی که توی یه جمعی بار اضافه داری به دوش دیگران میذاری در نتیجه وقتی که باور میکنی که این فکر حقیقت داره چه احساسی بهت دست میده؟ احساس مثلا ناراحتی، احساس ترس، احساس احساسات یه چیزهای مشخصی هن. احساس ترس، عشق، غم، خشم، خشم، جوی، تنهایی، تنهایی، it's, it's, an, it's a state. loneliness آره میتونه بعضی وقت بعضی وقت احساس باشه یا مثلا گریف اینا اینا سوگواری سوگواری اینا یه احساس هستن که نان نگوشه بلن ببین گیوه اینه که اگه میخواید چجوری تشخیص بدی اینا رو یه چیزی که مذاکره قابل مذاکره مذاکره آره برانگیز نیست یعنی نمیتونی راجبش حرف جر و بحث جای جای سوال و جواب چونه. چونه, نداره آه. وقتی میگی ناراحتم غم دارم غم داری دیگه. یعنی یه چیز درونیه که ظاهر شده و باید کنار بیایی exactly. نمیشه تبدیلش نمه. کنی به یه چیز دیگه باید رسیدگی کنی به. exactly. انگار گرست نمه خب گشنته خب گشنته دیگه نمیتونی بگی چرا گشنته right? گرست so یه چیز دیگه احساس طبیعیه که اتفاق میفته ولی مثلا میگی که احساس میکنم که بار اضافه هستم وا کی گفته تو بار اضافه هستی این از کجا میاد بر اساس چی به این نتیجه رسیدی و اینا همش برمیگرده به باورایی که ما شکل دادیم توی توی ذهنمون چی شد، توی کجای زندگیم بود که این باور رو شکل دادم توی وجودم و اینا میشه باورها حالا ما یه سری کور ووندینگ داریم یه سری کور بیلیف داریم یه سری زخمای ای داریم یه سری باورهای ای داریم حالا این باورهای ریشهی ما باعث میشه که ما همه, همه تجربه زندگیمونو با اون لنز، از, از اون نگاه ببینیم ولی ب... این باورا میتونه بر اساس اون زخما به وجود اومده باشه دقیقا باورا بر اساس اون زخما به وجود اومده و ما دنیا رو جهان بینیمون بر اساس اون باورای خودمون شکل میگیره و تجربه های زندگیمون هم بر اساس اون باورایی که داریم شکل میگیره و من برابر فکر میکنم که دارم احساس میکنم که هیچکی منو دوست نداره این احساس نیست این تجربه است این برداشت تو از اون موقعیته و وقت اون موقع فکر میکنیم که حالا هرچی راجع به این فکر بکنیم میتونیم ازش رها بشیم در حالی که همونطور که قبلا گفتم فکر کردن تو رو از چیزی رها نمیکنه فکر کردن فقط بدتر تو رو گیر میندازه توی اون چرخه معیوبی که تو کلت درست شده خب پس بخوایم حالا خلاصه کنیم چون سالا حالا مشابه بود در واقع ریشش مشابه بود ریشش اون برداشت اون تفسیریه که ما از اون لحظه داریم گفتی که فکرمون رو سعی کنیم جدا کنیم از احساسمون بریم اول به احساسه برسیم مثلا حس اضافه بودنی وجود نداره احتمالا یه حس زیرینی اون لحظه وجود داره بریم اون رو پیدا کنیم بعد چی؟ دیگه ب... <applause> ببین این اینا که من الان دارم میگم ممکنه که خیلی زیاد باشه که یه شخصی خودش به تنهایی بخواد این کار بکنه به خاطر همین کمک گرفتن از تراپیست و میک سنس میکنه به درد بخوره که بتونه یکی بیاد نگه داره چون احتمالا اون احساسه که اون زیر هست یه احساس خیلی خیلی درناکیه <applause> که اگه تنها بخوای باش رو به رو بشی overwhelming میتونه باشه برات سو so, بری ببینی حالا ببینی با اون احساسه میخوای چیکار بکنی برای اون احساس احساسه نیازش چیه چه کارایی میخوای برای اون احساس انجام بدی و اینا رو شاید تنهایی نتونی پیدا بکنی شاید هم تنهایی بتونی پیدا بکنی سو so, ببین اون احساسه چی هست و بمون پیشش بمون پیشش همین که میمونی پیشش ناخداگاه این بار از روت برداشته میشه نفس بکشیم مثلا نفس یه ابزار خیلی بزرگی که ما داریم نفسمونه من همیشه به همه ها میگم your breath is your power نفست قدرت تو هی. قدرت از آز زور آزمایی نمیگم این نیروی درونی تو هی. این انرژی وجودی تو که باید ازش استفاده بکنی که احساسات تو رگولیت بکنی تنظیم بکنی مهم. تجربه ها تو بتونی باشون روبرو رو بشی قضاوتاتو رو بتونی نگه داری چون خیلی از این فکرهایی که تو کله ما میاد قضاوتایی که خودمون نسبت به خودمون داریم بر. و این ما ب... و خیلی هم واقعی به نظر میاد لحظه خیلی واقعی هم درسته و ما همیشه بدترین قضاوت ها رو سختترین سخت ها رو نسبت به خودمون داریم so اینا همش زاده فکره اینا همیشه از خود سوال بپرس آیا این واقعیه یا زاده فکرمه خو همین اون سخته میشه در لحظه خیلی سخته ولی بعد تمرین کنی It's بریم که به بقیه برسیم میدونیم که سرفان زیاد وقت ولی خیلی خوب تیکه این داری بیشتر بمونیم مورد چهارم چقدر وقت داریم؟ پنج تا ده دقیقه چیزی که من یادمه 10 و نیمه بله تا تا 11 میتونیم آه شما تا 11 آه اوکی خب پس وقت داریم خب از من به نظرم اینجا بمونیم یه ذره بیشتر میتونه مفید باشه یه آره, آره یه ذره آره وقت داریم ولی مای آره. بد نه من 12 دارم یه ذره راجبه این میشه صحبت پس مرحله اول اینه که ما اول فکر اون لحظه رو بیایم از احساس جدا کنیم سعی کنیم احساسارو رو شناسایی کنیم که این خودش یه مقوله حداقل پیچیده برای من مهم. چون فهمیدن احساس توی اون لحظه یه سخته مهم. ولی وقتی اون رو متوجه شدیم به قول تو بشینیم کنارش یعنی سرکوبش نکنیم نخواهیم تغییرش بدیم من یه مثالی بزنم مثلا این چون توی خود من بود چون مثلا مثل هر آدم دیگه ممکن بود من احساس ضعف بکنم ولی من همیشه اینو سرکوب میگم نه من که نباید مثلا احساس ضعف کنم من که نباید ناراحت بشم این سرکوب کردن اتفاقا باعث میشه که شدت اون اتفاق بیشتر بشه شدت اون حسه بیشتر بشه پس اون اول فکر رو جدا کنیم احساس رو شناسایی کنیم بپذیریمش یعنی سرکوبش نکنیم بعد این به قول تو ممکنه وصل باشه به یه سری زخمای خیلی عمیق که احتمالا کار خود ما نیست که تنهایی به اونا برسیم ممکنه یه ترامای خیلی سالهای دوری باشه که در واقع نیاز داره که با روان درمانگر بررسی بشه چیز رو جا انداختن آها حالی. میخواستم راجع به این بپرسم که گفتی ببینیم اون لحظه اون فکر درسته یا نه یعنی همین مهارتی که ما بتونیم از بیرون به خودمون نگاه کنیم چون آدم تو ذهن خودش داره زندگی میکنه دیگه ما دنیایی که میبینیم همش توی ذهن ماه لزوما مثلا من این رنگ رو قرمز میبینم ایمان عینا این اینو نمیبینه نه و ما اینو هیچ وقت نمیفهمیم اینکه چه جوری میشه از بیرون بهش نگاه کرد یعنی ما یه ابزاری داشته باشیم که متوجه بشیم این فکر من تو اون لحظه مثلا من توی جمعی بودم نوشته بودن احساس اضافه بودن میکنن بفهمم اون احساس اضافه بودن واقعا فکر واقعیت دنیای بیرون نیست چون احساسات وقتی ایجاد میشن انقدر واقعی به نظر میاد تو فکر میکنی واقعا همینه یعنی مثلا آدمای اون جمعی که این عزیز نوشته بودن تو این باور رو داری که آدمای اون جمع حس میکنن این اضافه است چجوری میشه اینو از بیرون نگاه کنیم و بفهمیم که این فکر منه واقعیت نیست تمرین این, این, این خیلی تمرین میخواد خیلی تمرین یه, سری سوال بود در مورد خودشناسی یا چطور روی خودمون کار بکنیم آره اونا گذاشتن آخر آخر کتاب و اینا هم ازت خواسته بودن رو چه خودشناسی معرفی کنیم آره 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 هر موقع میتونیم نقد بزنیم در مورد کتاب من اگه, که توی وبسایت من سر بزنم مثلا کنم وبسایت من سر بزنم بزایت یه دونه کتاب برو. دارم اسمش از, از, از book recommendation یه دونه تب <applause> اون بالا <applause> که میتونید برین کتابایی که من ریکامند میکنم و با های مختلف مطالعه بکنید اون کتابایی که خودم خوندم و فکر میکنم که اگر دیگرانم مطالعه بکنم براشون مفید هست حالا کدوم به فارسی ترجمه شده کدوم نشده رو نمیدونم این از بحث کتاب و من اگر که کتابی رو خودم نخونده باشم ریکامند نمیکنم با اینکه ممکنه خوب کتابی باشه so, اون کتابایی که ریکامند میکنم در مورد بحث خو این تمرینی که داریم میگی که از کجا تشخیص بدیم این ما هر چقدر که به خودمون نزدیکتر باشیم یکی از هدفهای اصلی درمان اینه که به خودت برگردی برگردی پیش خودت ما انقدر از خودمون دوریم که اصلا متوجه احساساتمون نیستیم توی لحظه سو so هر چقدر که برگردی به خودت توی بدنت چون بدنت اون اینتویشنی که راجبش صحبت کرده بودم قبلا اون داره بهت میگه متوجه اون احساسات میشی هر چقدر به خودت نزدیک تر باشی تمرین کاری که میتونه بهت نزد... خودت به خودت نزدیک بکنه نوشتن میتونه بهت کمک بکنه مدیتیشن یکی از راه هست که میتونه بهت کمک بکنه تمرین های تنفس هست که میتونه بهت کمک بکنه ورزش کردن هست قدم زدن توی طبیعت هست مهم. به آسمون نگاه کردن هست به بد... رخصیدن هست به بدنت وصل بشی یعنی کاری که تو رو اصلا دست خود توی لحظه نگه داری و سعی کنی احساس کنی که چه تجربه ای رو داری توی دستت تجربه میکنی همین تمرینای خیلی ساده هست ولی باید مکررن انجامش بدی که روتین داشته باشی اصلا همین که روتین داشته باشی یعنی برای خودت ارزش قائلی به خودت داری توجه میکنی وقتی که راجع به سلف یا سلف مراقبت, هست. مراقبت هست. از خود. خودت آره. مراقبت از خودت میرسه فقط این نیستش که برم حالا ماساژ بگیرم برم سپا نمیدونم این پدیکور <applause> <applause> اینجور کارا نیست <applause> ممکنه که اینها به حس کمک بکنه ولی شکل خاصی نداره <applause> تو هستی که تشخیص میدی چی برای تو کرینگ هستش چی برای تو شاید واسه یکی یه غذای خوشمزه درست کردن شاید واسه یکی همون آشپزی کردن همین مسیر آشپزی کردن مثل مدیتیشن باشه من راجع به مدیتیشن خیلی ازم سوال میشه و خیلی هم الان در موردش صحبت میشه همه جا که مدیتیشن کن مد مدیتیشن هم یه ابزاریه که ما باید تمرینش بکنیم ولی تنها ابزار نیستش و وقتی هم که ما استرس داریم یا اوورتین هستیم خیلی سخته که بخوای خودت رو یه جا بشونی مدیتیشن بکنی همین که تمرکزت رو بذاری روی یه چیزی مثلا روی مسیر آشپزی کردن روی مسیر غذاها رو اینگریدینت ها رو آماده کردن اینا رو بذاری و تمرکزت رو بذاری رو اون میتونه مدیتیتیو باشه برات <applause> یه چیزی اجازه است من بگم یه چیزی که قبلا صدف گفته بود فکر کنم الان اشاره نشد اینه که از خودمون سوال بپرسیم یعنی اگر که میبینیم توی شرایطی هستیم که احساس میکنیم ناراحتیم احساس میکنیم داریم پنیک تک میگیریم احساس میکنیم که تنهاییم واقعا از خودمون سوال بپرسیم که من آیا الان سیفم الان جایی که هستم از لحاظ روحی از لحاظ فیزیکی و اینکه با خودت تکرارش بکنی خیلی میتونه کمک بکنه که آقا من الان مثلا تو جمع دارم پنیک تک میگیرم من از فیزیکی الان سیف هم آره خب اینا همه دوستای من اینا منو رو نمیکشن این میگم این, این, تکرار کردن این که من الان توی امنیت جانی و فکری میتونم قرار مثلا میتونم قرار بگیرم اگر که بخوام این خیلی میتونه کمک بکنه این اینو گفتی یاد اون شب افتادم دقیقا با هم نشسته بودیم سپرم بود حسینمون و یهو حس کردم که نفس من بالا نمیاد کلا. بعد حالا سردم رفتم تو بالکنه ایمان وایساده بودم. اینو گفتی یاد اون موقع افتادم دقیق. آره. این یکی ای 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 از تمریناییه سوالاییه که من به همه مرا... یعنی اکثر مراجعه ها میگم از خودت بپرس. دائما از خودت بپرس. Am I safe in this moment? تو این لحظه من امن نمیانه حالا موقعی که من گفتم یه لبخند رضایت صدف حالا اینی که ایمان گفت دقیقا اون لحظه ذهن من همین بود که اینجا که قطعا برای من ناامن نیست ولی فشاری که اون لحظه داشت می آورد واقعا اونقدی زیاد بود که من نمیتونستم به چیز دیگه ای فکر کنم انگار یه خطر خیلی آنی رو داری حس میکنی ولی میدونی نیست خطر توی دنیای بیرون همین که به خودت بگی ببین همین که دور نگاه بکنی توی اون تمرین ها بود اورینتینگ اورینت Orient بکنی خودت رو یعنی قشنگ دور برت نگاه بکنی و واقعا ببینی چیزای مثلا آتیش که نیست مثلا کسی که حمله نکرده چیزهای بیسیک یعنی بیسیک سیفتی الان ابتداری. تو خونه هستن آها ابتدایی امنیت ابتدایی تو خونه هستم درم بسته هست، گرمم فلانم هر چیزی که برای تو تو اون لحظه سیفتی میاره درسته که اون احساس خطر خیلی واقعیه یعنی فکر میکنی واقعا یه خطر خیلی بزرگی داره تهدیدت میکنه ولی همین که به خودت بگی پاهاتو روی زمین احساس بکنی همین که زمین تو رو نگه داشته معلق نیستی این خودش میتونه ببین اینا نان نگوشه بله همین که داره میتابه That's good توی اون لحظه کافیه درسته که ما زندگیمون رو نمیتونیم فقط بگیم او خدا رو شد که خورشید داره میتابه حالا هر چی شد شد این نیستش ولی توی اون لحظه به تو کمک میکنه که از اون خطره یه فاصله بیفته ببین یه کار دیگه که ما میکنیم توی کل درمان یا کل همه این موضوعی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم امروز اینه که میخوایم اندازه گیری بکنیم او کمه نمیدونم زیاده زیاد خوب نشدم بدتر شدم بهتر شدم همچی چیزی نیست مجرمنتی نیستش اندازه نیستش مهم اینه که از اون حالت خطر یه خورده دور شدم That's it. یه مم. فاصله افتاد یه مکس افتاد That's it. نفس بکشید نفس بکش. رو زمین حس کنید بریم کاتگوری بعدی من یکی میبینی من دارم تمرین میکنم رو خودمو نگه دارم الان خیلی وقته که میشینم دسته خودم میگیرم داره مثل حامد نیکپی توی برنامه ده ویس فقط دور دو خود آره این تدی گرفتم و یه <تص> <تص> دونه سال از همین موضوعمون در واقع اینکه توی ذهن خودمون خودمون رو خودخوری انجام میدیم و اوورسینک میکنیم راجب خانواده شدیدن مذهبی و سختگیر بود چند نفر سوال مشابه داشتن که چطور حالا با عقایدشون کنار بیان وقتی اونا رو اذیت میکنه نه اونا رو ناراحت کنن و همین که به زندگی خودشون در واقع ادامه بدن یه،, حالا یه بحثی که من چند وقت خیلی بهش فکر میکنم با آدم و صحبت کردن راجبش اینه که باورایی که حالا ما از بچگی باشون بزرگ میشیم حالا توی محیط خانواده و کشور و فرهنگ و همه این مسائل اینا رو تغییر دادن و بازنگری کردن خیلی کار سختیه اینا بخشی از وجود ماه برای همین مثلا آدمی که توی خانواده مذهبی بوده حتی اگه خودش هم باور نداشته باشه به این مفاهیم ممکنه حس بدی پیدا کنه از اینکه اون در واقع آین و اون آداب رو رایت نکنه به خاطر اینکه با این باور بزرگ شده از بچگی توی ذهنش مثلا شکل گرفت این هم اگه میشه این خیلی سوال خوبیه به خاطر اینکه تقریبا همه ماها صرفا در... این بازور برمیگرده به با اون cultural competency که راجع بهش همه ما ها صرفا به دلیل اینکه ایرانی هستیم با اختلاف نظرهای زیادی روبرو هستیم به خاطر اینکه جامعه یک پارچه ای نداریم کلا خیلی, خیلی زیاد اختلاف نظرهای متفاوت زیاد هستش سو حالا چه از یه خانواده مذهبی هستی و خودت مذهبی نیستی یا دوستات متفاوتن یا توی یه حتی توی یه فامیل توی یه خانواده میتونی چند تا باورای متفاوتی رو کنار هم داشته باشی تو این یه چیز یه سوال خیلی جالبیه و همیشه بین وقتی که تو این موقعیت میرسی دو حالت داره یا گیلت داری تجربه میکنی از وجدان داری تجربه میکنی یا ریزنمنت میخوای تجربه بکنی نارضایتی؟ ریزنمنت آره فکر کنم حالت کینه نفرت یا نارضایتی نمیدونم رزنمنت دقیقا چی من شما ادامه یا گیلت داری تجربه میکنی یا رزنمنت داری تجربه میکنی چرا؟ چون که یا میخوای حرفتو بزنی و از آواجان میخوای بگیری یا مثلا اونا ناراحت بشن از آواجان بگیری یا اینکه میخوای ادا در بیاری و حقیقت وجودتو مخفی بکنی که بعد یه نفرتی نسبت به اون آدما برات پیش میاد رنج دلخوری ناخوری ناخو دلخوری. 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 دلخوری آره دلخوری. قیز که میگن کزم قیز کن قیزش دلخوری دلخوری, دلخوری پیش میاد آره. یا از آواجان پیش میاد یا دلخوری پیش میاد از اون شخص مقابل و باید ببینید درد کدومش واسط قابل تحمل تره اصولا درد از آواجان قابل تحمل تر از درد رزنمنت ق... دلخوری, دلخوری دلخوریه به خاطر اینکه لااقل وقتی که از وجدان داری خودت خودت به خودت خیانت نکردی لااقل خودتو داری توی اون موقعیت ولی اگر که دلخو... توی موقعیت دلخوری خودت رو قرار بدی نه تنها اون آدمای اطراف هم تو نیستن بلکه خودت هم طرف خودت رو نداشتی خودت هم خودت رو رها کردی سو <applause> so, یه چیزی که باز داره معلم من میگه اینه که celebrate the guilt اون عذاب وجدان رو جشن بگیر یعنی یاد بگیر که به اون عذاب وجدان دست و پنجه نرم بکنی یه چیز دیگه هم که هستش همونطور که دفعه قبلم هم گفتم همه ی رابطه های ما توی خانواده پدر مادر یا هر چیز دیگه این فقط یه رابطه است it's just a relationship فقط یه رابطه است و ما میتونیم توی یه رابطه این باورای خودمون رو داشته باشیم و یاد بگیریم که agree to disagree با, با, احترامی که برای اونا قائلی به خاطر باورای خودشون برای خودت هم و به با باورای با خودت احترام قائل باش <applause> چون وقتی که میخوای اونا رو پلیز بکنی همیشه خوشحال نگهداری در واقع برای باور برا برای باورا اعتقادات خود احترامی قائل نشدی تو هم با برای رو نگه دار برای خودت احترام قائل باش و برای اونا هم احترام قائل باش به خاطر باورایی که دارن و این یه چیزی بود که من توی انقلاب خیلی میخواستم بهش اشاره بکنم که ما یاد بگیریم که نظرهای مخالف همدیگه رو بشنویم و برای هم به همدیگه احترام بذاریم به خاطر نظرهای مختلفی مم. که داریم قرار نیست همه هم جور هم فکر باشن مم. و یه دلیلی که این این چندگانگی توی جامعه ایرانی هستش به خاطر همون تعارفیه که ما با هم دیگه داریم هی میخوام که فکر میکنم که اگه من مثل فرهاد فکر بکنم این بیشتر منو میخواد دوست داشته باشه میخواد بیشتر امه. با من رفت و آمد بکنه این باعث میشه ریزمتنت ایجاد شد دقیقا به خاطر همین یه عالم داستان پشتش درست میشه وای فلان شد اینطوری شد اونطوری شد در حالی که من اگه باورای خودم رو داشته باشم و به خودم احترام بذارم باورهای فرهادم ببینم و بهش به خاطر باوراش احترام بذارم میتونیم انتخاب بکنیم که آیا میخوایم با هم رابطه داشته باشیم یا نمیخوایم با هم رابطه داشته باشیم خیلی قشنگ توضیح دادی ولی مرحله اولش یادت که بلاکشون کنیم دیگه خانواده همه اینستاگرام و اینا بندازیم خیلی خیلی وقت حالا یه مشکلی که پیش میاد مخصوصا توی ایران به خاطر اینکه خیلی از کسایی که حالا جوانایی که همسن ما هستن به خاطر فاننشال در واقع پاوری که وجود نداره مجبور میشن به یه چیزایی تن بدن یعنی <applause> تو مجبور میشی برای اون سیفتی بیسیکی که داری به خاطری که نمیتونی حالا اونقدر درآمدت نیست که بتونی مستقل بشی مجبور میشی به سری از این در واقع رفتارهای خانواده تن بدی و این خب میتونه خیلی درناک باشه میتونه به خاطر اینکه واقعا هیچ راهی برای فرار کردن از اون سیچویشنه نداری حالا اتفاقی که تو کانادا میفته تو با یه حقوق مینیموم هم شاید بتونی بری یه دونه اتاق رنت بکنی و بتونی سیفتی خودتو برقرار بکنی ولی متاسفانه تو ایران بار این هزینه که از تقریبا غیر ممکنه و فرهنگش هم شاید یعنی ما فرهنگ همخونه داشتن تو ایران و من حداقل من که ایران بودم خیلی خیلی, خیلی کم میشنیدم که اطرافیان ما این کاری کرده باشه م. م. به این بعدی ها بفرمایید یه وقتمون کم راجع سوگ پرسیدن با سوگ چطور کنار بیایم حالا از دست دادن عزیز یا هر چیزی که تعلق خاطر بهش داشتیم اون حالا مراحل سوگ و اینا رو که فکر کنم همه و ترس از این اتفاق یعنی بعضی موقع ما از ترس اینکه یکی رو از دست بدیم قبل شروع میکنیم خودمون رو آره سایدن ببخشی؟ آره خودمون اذیت تحت فشار قرار دادن شما یه نگاهی به هم کردید همیشه نگاه چیزی که هستش سوگ سوگ خیلی سخته خب به خاطر اینکه ما آدما همیشه دوست داریم همه چیزا پرمننت باشن همیشه دوست داریم همه چیز دائمی باشه همه چیز ایمورتال باشه نا نا نامیرا نامیرا نا باشه و دائمی باشه بخاطر اونم به خاطر یکی از سوالای دیگه بود اگزیستانشال ساتس اینا دیگه آره اه. یه سوال دیگه بود راجع به تنهایی اون بعدیه او بعدی اسپویل نکنید بره به اون بعدی ببخشید آخه مربوط هم به هم دیگه چون ما بیشتر آره آره. بگو بگو, بگو, بگو. بزنید اه. اگه سوالا رو داریم میخوای بخونیش که متوجه بشن همه آره سوال بعدیش اینه که حالا دو خیلی شبیه همه چطور از نه اینو بر... با غم تنها بودن پارتنر عاطفی نداشتن قمه... چطوری کنار بیان آه. با غم تنها بودن غم تنها بودن، غم و سوگ، اینا همه با همدیگه یه جا توی دسته قرار میگیرن و ما وقتی که سوگوار هستیم از دست دادن کسی باید به خودمون زمان بدیم که اینو پروسش بکنیم، اینو بتونیم تحلیلش بکنیم چون روند زندگیمون عوض میشه. این یه ترانزیشنه. یه از یه حالتی، یه سری عادت‌ها، یه سری چیزا قراره که عوض بشه و به یه شکل دیگه تبدیل بشه. یه سری روتینای زندگیت باید عوض بشه به یه شکل دیگه تبدیل بشه. چون دیگه اون آدمه نیستش مثلا توی زندگیت. سو so, باید به خودت فرصت بدی که اجاست بشی که... تطبیق, تطبیق پیدا, بکنی به اون شرایط جدیدی که برات ایجاد بشه شده و همزمان اون تمرین های احساسات رو تو پیدا کردن و پیش احساساتت موندن رو هم تمرین بکنی حضور داشته باشی کنار خودت توی اون لحظه یعنی اگه غمگین هستی حق بدی به خودت که آره حق دارم که غمگین باشم چون کسی که دوست داشتم و از دست دادم و بعد بخش بزرگی از سوگ که ما تجربه میکنیم به خاطر خودمونه چون اون آدمی که از دست رفته اون آدمی که دیگه کنار ما نیست دیگه توی این دنیا نیستش خب از دست رفته و ما ناراحتیم که اون از دست رفته ولی بیشتر مواقع با اینکه حالا خودم چیکار کنم نمیدونم چیکار بکنم حالا دیگه که این نیست من چیکار کنم حالا که دیگه تکیگا هم نیست نمیدونم فلان نیست اینو چیکار بکنم و اون تنهایی است که میاد بالا و اینم end of the day آخر سر ما هممون تنها هستیم مم. حتی اگر که حتی اگر که توی رابطه هستیم خانواده داریم آخر سرش من تنها هم این خیلی جالبه مم. آخر سر آخر سرش اینه که من تنها هستم توی اون تجربه زندگی خودم هر چقدر که بخوام توضیحش بدم واسه کسی همون مثال لیوان قرمزی که زدی م. کسی متوجه تجربه زندگی من نیست و so ما یه مقدار تنها بودن رو داریم فقط نمیخوایم بپذیریمش فقط و این و این زیباست مثل همون مثالی که دوباره ایمان زد که بعضی وقتا من اصلا دوستم تنها باشم وقتی که حالم خوب نیست تنها بودن یه چیز یه جاجمنت یه قضاوتیه که ما داریم از تنها بودن که سخته بده میخوایم عوضش بکنیم نه تنها بودن خودش میتونه یه چیز خوبی باشه و ما هممون تنها هستیم آخر سر مهم اینه که بتونیم یاد بگیریم که چطوری تنها باشیم بدون اینکه تجربه تنها بودن ما رو بخواد فرج بکنه یا درمونده بکنه بگو, بگو شما بگو میخواستم سوال بعدی چون خیلی مرتبط خب بپرس نه دیگه بگو. نه فقط میخواستم بگم که خیلی وقت اتفاق میفته که ماها از اون تجربه در از دست دادنی عزیزی در باش کنار نمیایم شاید سالها داریم باش زندگی میکنیم و اینو خودمون هم ما. یعنی بعضی موقع برای خود من شاید اتفاق افتاده که اگه یه عزیزی, از... عزیزی از دست دادم شاید سالها بعد اینطوری بوده که خب هنوز توی ذهن من اون شخص هنوز زنده است به خاطری که با در واقع با از دست دادنش هنوز کنار نیمدم به خاطر اینکه نخواستم باش مواجه بشم چون که همین حس تنهایی است حس حالا بعضی موقع گیلت بعضی موقع در واقع اون حس است که حالا من چقدر میتونستم این طرف مثلا بهتر باش رفتار بکنم چقدر میتونستم بهتر در واقع ازش مراقبت بکنم یا اون احساساتی که دارم رو نسبت بهش رو مثلا میتونستم بهتر بیان بکنم <applause> این 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 دردم هست که بعضی دم باش که در... بهش آگاه باشه که من هنوز نتونستم کنار بیام با از دست دادن یه نفر. کلا yeah. توی همه چیزایی که تو الان صحبت کردیم، این خیلی مهمه که من بدونم چه چیزی توی وجود من داره، هر موقعیتی چه چیزی رو چه احساسی رو تو وجود من بالا میاره و من مسئولش منم که با اون روبرو بشم، به این دردی که به این عذاب که داری میگی، به اون تنهایی که میگی من مسئولش هستم که باهاش رو به رو بشم یا اونی که سروایور گیلت گرفته بود که نوشته ام. بودن که کسایی که آسیب دیدن یا توی انقلاب جونشون رو از دست دادن من الان از وجدان دارم که میخوام زندگی عادیمو ادامه بدم یس، yes. اونی که ما اونا رو میبینیم که اونا رفتن خیلی 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 دردناکه خیلی خیلی ناعادلانه است و ما در درمونده هستیم نمیتونیم نمی کاری بکنیم براش و این عذاب آوره ولی من میخوام با این دردم چیکار بکنم بخشی که ما درد میکشیم اون درد خودمه که داره میاد بالا مربوط به اون نیستش که اون از دست رفته اینو نمیدونم چجوری توضیحش بدم که ای... ما ما, ما فهمی okay. وصلش کنیم به اون یکی سوال گفتن چرا از تنها بودن لذت نمیبرم چه جوری از تنها بودن لذت میبرم میگه خیلی زیاد برای داشتن حال خوب وابسته به دیگرانم هیچ جا تنها لذت نمیبرم این یه سوال خیلی شخصی میتونه باشه چون بستگی به تجربه زندگی این شخصی که این سوال رو پرسیده داره و اینکه به این شوبر تکسپرت بودم رب داره کوروندینگ چیه بگردید اون رو پیدا کنید این برمیگرده به دقیقا برمیگرده به کوروندینگ که چی چی تنها بودن و انقدر سخت و غیر قابل تحمل میکنه برای تو اینترورت اکستروورت ببین من کلا قبلا هم گفتم با لیبل و اینا خوب کار نمیکنه برای من من به یکی نمیگم او تو اینترورتی بر همین اینطوری هستی نه چرا چی شد که تو اینترورت شدی چی شد که تو بیشتر ترجیح میدی تنها باشی <applause> یا بیشتر ترجیح میدی توی جمع باشی اینه که برای من مهمه وگرنه ما میتونیم بعضی مواقع اینتروورت باشیم بعضی مواقع اکستروورت بله. باشیم سو so, اینا دل... این لیبل ها کار نمیکنه چیزی که هستش برای این شخص که این سوال رو پرسیده من فکر میکنم که کافت بشین ل... که چی هست که تنهایی رو برای من انقدر غیر قابل تحمل میکنه و این برمیگرده به یه چیز درونی یه تجربه درونی که شما که <تصحنت> <تصحن> اینم باز احتمالا خود شخص ممکنه سخت باشه براش پی ببره بهش احتمالا <تصحنت> 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 دو تا سال آخر راجع به رابطه شا. یکی پرسیدن که چطوری با کمترین آسیب از پارتنرمون جدا شیم و به ترسامون قراره کنیم یکی پرسیدن با عشق یک طرفه چی کار کنیم که فراموشمون بشه دیگه اساس میکنم دیگه رفتیم تو ریلیشنشی به وایستا <applause> آره ببین باز باره ایمان قشنگ گفتش من ادوایس که به کسی نمیدم این اینا فقط ساجه یعنی پیشنهاد. پیشنهاده ممکنه که اینطور باشه دلی میشه سوال دوم اول میخوام جواب بدم بله دوم گفتن که با عشق یک طرفه چیکار کار کنیم آه. که فراموشمون بشه آه. عشق یک طرفه سو وقتی که عشق یک طرفه وجود نداره این یه تجربه که تو ناخداگاه دنبالش میگردی دوست داری که یه باز باری یه باوری توی وجود اون شخص احتمالا هستش که فکر میکنه که ام... که فکر میکنه که اون شخص دومی که من عاشقش هستم و بر عشق, عشق مساوی به من پس نمیده چی داره توی وجود اون آدمه که تو همش داری دنبالش میری آها right? سو so, اون آدمی که فکر میکنی که عاشقش هستی اصلا من اولا به اول واسه خود تعریف کن تعریفت از عشق چیه چون عشق فقط عشق رومانتیک نیستش که او من عاشق شخص دیگه هستم این فقط یک تعریفی از عشق هست عشق بزرگه تعریف تو از عشق معلوم بکن ببین تعریف تو برای عشق چیه و چی رو توی این شخص به معنی عشق برای خودت تعریف میکنی What is it that you're taking as love؟ متوجه منظورم میشین یعنی اینکه شاید این تجربه ای که با این آدم داری اصلا اسمش عشق نیست یه چیز دیگه است که این داره بهت میده که تو فکر میکنی که داره بهت عشق میده سو so, معنی تو از عشق مشخص کن که عشق یعنی چی برای تو و این آدمه چی بهت میده آیا این عشقت واقعا که داره بهت میده یا یه نیاز دیگه تو داره برآورده میکنه خیلی قشنگه میگن که understand your love language که ببینی که قیافه <applause> <applause> نه شاید نه <applause> نیست نه این من منظورم از لاو لوف یه چیز دیگه است یه بحث دیگه است تعریفت از عشق چیه مثلا تعریف شخصی من از عشق اینه که اعتماد احترام و یکی بودن این یعنی عشق برای من میتونه so متفاوت باشه بین آدم ها. بر هر کسی یه چیزه من معنی شخصی خودم رو گفتم so یکی بودن یه چیز خیلی بزرگیه به خاطر همین حتی دفعه قبل گفتم من مثلا عاشق فرادم هستم نه اینکه عاشقشم میمیرم براش وای این پارتنر من بخواد باشه نو no. عاشق انسان بودنش هستم عاشق این یکی بودن تجربه انسانی که بین ما یکی هستش و این احترامی که بین همدیگه میذاریم حالا توی کانتکست ریلیشنشیپ که میاد وقتی میاد توی رابطه احساسی واردش میشه تو میتونی یه سری دیتیل های دیگه هم بهش برای خودت بیاری که من میخوام این نیازها رو دارم که از طرف مقابلم میخوام دریافت بکنم you know, یه،, یه موضوع بزرگ یه موضوع یونیورسالی هست عشق از نظر دید شخصی من فقط عشق رابطه رومانتیک نیستش خیلی جواب قشنگی بود اون عزیزی که گفتن عشق یک طرفه شما جو جواب دادید که باید برن ببینن که تعریفشون از عشق و اون آدم احتمالا یه چیزی رو داره برآورده میکنه لزوما عشق نیست یه ممکنه یه خلعی باشه یه نیازی باشه ولی این آدم باید توی خودش جستجو بکنه و احتمالا اون جستجوی که انجام بشه اون مثلا حل میشه یعنی پرونده بسته میشه آره یه چیز دیگه هم که هستش در رابطه عشق و رابطه و اینجور چیزا نوشن سلف هستش یعنی اینکه تو چه ارزش خودتو در چه حدی میبینی و این حالا میتونه خیلی زیاد بیاد بالا که آ... یه سری آدم ها مقرور بشه یا نارسسیس باشه یا قره چی؟ قره یعنی چی؟ همون مقرور آه. قره قره درست <تصفح> <تصفح> چیز هست اختلاف هست بینم اصول هم به پسر رو میگن وقتی که صدوش بالا میگه قره نشون او. بچه که چون شم از غیرتت بسوزن بفرمایید ادامه صحبت جن زدیم نه 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 سلف ورد خیلی مهمه که معنیت از خودت چیه باورات برای خودت چیه چی میخوای از خودت چه, چیزی میخوای از زندگیت اینا رو پیدا کنی که با زور برمیگرده به اون خودشناسی که یکی دیگه سوال این همه به هم مربوطه سال آخر دیگه جوری؟ با کمترین ناسیب از پارتنرمون جدا شدن رو به ترسا قلبه بک. آها اینم سوال خیلی خوبی هستش. از... این فکر کنم پیش اینه که میدونن رابطه یکی کار نمیکنه و میخوان جداشن ولی نمیتونن یعنی توش موندن. آها. آها. سو اوکی سو ما فکرام آردی در مرحله جدا شدن هست این سوال. ولی حالا من برداشت این بود که هنوز جدا نشدن یعنی هنوز در شروفه. این باز خی... برمیگرده به همین بخش آخر که گفتم واقعا تعریفت از رابطه چیه چی؟ همیشه ببین نیچه یه حرف خیلی خوبی میزنه و من this is my favorite quote of آره. نیچه قبلا گفتم اونو نه نه میدونم چیه <laughs> اگه با the man who knows the why can bear almost any آره. اگه که دلیل تو میدونی چرا, چرا تو میدونی می بدونی با هر چگونگی کنار میدونی دقیقا this is بدون که چرا میخوای این کارو بکنی دلیل برای چی میخوای جدا بشی و چجور کمک هایی رو میتونی داشته باشی کنارت که که بهت کمک بکنه از این, از این موضوع عبور کنی بر اینکه وقتی از یکی میخوای جدا بشی خیلی سخته این همون سوگه مثل از دست دادنه بسیار بسیار تصمیم سختی رو میخوای بگیری توی فلسفه اگزیستنشیالش خورده مرگ آها آه آره دقیقا یعنی یه نیمچه مرگی رو تجربه میکنی exactly. اگه تو ذهن یکی دیگه بمیری دقیقا, دقیقا اصلا مثل مرگ میمونه فقط بدترش اینه که آدم زنده است هنوز تازه تو میدونی اونجاست یه جایی هستش سو so این خیلی دردناکه یکی از تجربه های خیلی سخت زندگی هر آدمی میتونه باشه سو so بدون که چرا داری این کار رو میکنی و چه ابزارهایی در دسترست هست در دسترست هست که بهت کمک بکنه از این عبور بکنی بعد به قال فارسی سنگاتو با خودت با بکن که چرا داری این کارو رو میکنی و دیگه وقتی که چراشو رو میدونی ترسم ممکنه میاد خب ترسم میاد اتو که حتی اگه میترسم هنوز این تصمیم دارم میگیرم و سلف رفلکشن انکاسه شخصی اینا خیلی کمک میکنه خورده مرگ چه جالب اینو پادکست رواق گوش بدید اگه گوش دادید آره گوش بدید به اگزیستنشال فلسفه اگزیستنشال صحبت میکنه این دان اونجا خیلی زیباست فکر کنم هممون ما یه چند لول آدمای کامل تری شدیم امروز دست در این اپیزود پولی نکنیم تو اومدی امروز از لنگلی یک جمله گفتی اپیزود پولی نکنیم یه جمله دیگه هم گفت فامیلا رو بلاک کنیم آقا نه واقعا مرسی یه سری از این جواب با مخصوصا سالهای آخری که داده بودید واقعا با خارج استلار بود اون حالا اون عزیزایی هم که سالها رو پرسیده بودن جوابشون رو گرفته باشن مرسی واقعا میگم ما نه تنها بعد از این اپیزود و بعد از هر اپیزودی که با صرف داشتیم احساس میکنم که آدم های کامل تری شدیم آدم های بهتری شدیم و اینو ما حداقل خودمون که اینجا هستیم میدونیم و خیلی ارزش داره برامون مطمئنم کسایی که اپیزودا رو میشنون دیدیم دیگه تو کامنت ها گفتن بهمون حتی الان موقعی که ما خودمون میام صحبت میکنیم دیگه میگن اقا شما نه دیگه بزنید سر بیاد میشه دیگه ما رو نمیخوان و واقعا ممنونی ازت مرسی از شما که مرسی. به من این فرصت رو دادین و همه ما آینه هستیم اون چیزی که توی من میبینید توی وجود خودتون هست من یه ذره اشک بریزم مرسی که تا اینجا رو با ما بودید مرسی که سوالاتون رو برای ما فرستادید مرسی که فرست اهمیت میدیم به سلامت روان خودتون و بقیه ما هفته دیگه احتمالا اپیزود نداریم چون که من نیستم چرا داریم پس هفته من رو زب کنیم پس داریم من هستم چرا در جریان نیستیم آره آره ببخشید شنبه نیست ما زبط میکنیم وسط هفته با گلدان زبط میکنیم دم همه گرم چیزی داریم اضافه بکنیم صدف می باز میاریم تمام تلاش اون آره. اون راجب چیز من دوستان صحبت کنم اون وفاداریه به رنج و تراما اینا حالا میگم چرا ولی تاپیک زیاده یعنی اونو <تصفح> یکی از چیزایی که من دوستان رو صحبت کنیم ولی صدف رو میاریم مرسی که ما بودین دم همه گیگم مراقب خودتون باشین سی درتونم مبارک فعلا خدافز خدافز زن زندگی آزادی